اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان سلوک الهی مستحضرید که سالک از همون آغاز که در بستر صراط مستقیم حرکت کرد این سلوک الهی دارد. در سه حوزه این سلوک تقسیم شده است: سلوک اصغر و اوسط و اکبر، که همون جهادهای سگان است. جهاد اصغر و اوسط و اکبر. در جهاد اصغر تلاش و کوشش این است که انسان بر دشمن بیرونی پیروز بشود. در جهاد اوسط کوشش بر این است که بر دشمن درونی فاتح بشود. در جهاد اکبر آن است که دوست را به مقام بالاتر برساند. دشمنی در کار نیست. در جهاد اصغر بین عدو و صدیق است. در جهاد اوسط بین عقل و حواست. در جهاد اکبر بین عقل و قلب است، یعنی بین علم حصولی و استدلالی و برهانی با علم شهودی و امثال ذالک است. اون که میگوید آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال، یعنی شما مطالب نظری را هرگز نمیتوانی با مطالب بدیهی حل کنی. مطلب پیچیده نظری که یک مفهوم است با مطالب روشن و شفاف بدیهی که مفهوم است حل نمی شود. اون مفاهیم پیچیده را باید با مصداق حل کرد، نه با مفهوم بدیهی. مفهوم بدیهی یه خونی است که بخواهیم با اون خون اون مفاهیم بلند نظری را حل کنیم. آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. مفاهیم نظری را باید با مصداق عینی و شهود خارجی حل کرد، نه با مفهوم بدیهی نظری که هر دو در فضای ذهنند. به هر تقدیر قرآن کریم هم برای محرمان پیام دارد، هم برای اصحاب یمین، هم برای اصحاب مشعمه. مصحاب مشعمه را انذار میکند تا اینکه به راه بیاین. برای اصحاب یمین تبشیر به بهشت دارد، برای محرمان تبشیر به وصول و لقاء الهی دارد. اگر در قرآن در سوره مبارکه اذا وقعه فرمود مردم سه دستن، عده مقربن، عده اصحاب یمینن، عده اصحاب مشعبه و شمالن، فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. کتاب برای مقربان است، میزان برای اصحاب یمین است و حدید برای اصحاب مشعمه. این تثلیث در مقابل اون تثلیث است. و هر تقدیر خدای سبحان هر سه گروه را دعوت کرده است. اونا که اصحاب مشعمه دعوت کرد به راه بیاین. اونا که در راهن دعوت کردند که بالاتر بیاین تعالی. اونا که بالا هستند دعوت میکنند که به مراحل برین و برترین راه پیدا کنند. لذا بشارت ها و انذار ها در قرآن هم متفاوت است. یه وقت هست افراد را به کار خیر تشویق میکنند و به بهشت بشارت میدهند. یه وقت از فرهیختگان و محققان و پژوهندگان و علما و اندیشوران را تشویق میکنن و اونها را بشارت میدهن که اینا اهل تحقیقن. بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این گروه پژوهشگر محقق که در صدد ارزیابی مکاتب گوناگون از یک سو، قدرت تشخیص باطل از سوی دیگر و قدرت انتخاب حق از سوی سوم را دارند، اینا در این حال که تبشیر به بهشت می شوند تبشیر به لقاء الهی دارند.
به سلوک الهی دارند. این گروهی که از بشارت ویژه برخوردارند می توانند جزء گروهی باشند که فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اون جنت اللقاء حساب دیگری دارد، اون جنات تجری من تحت الانهار حساب دیگری دارد. این گروه ها دارای دو بهشتند. در یک بهشت با بدنشون و جسمشون به سر میبرند، در بهشت دیگر با جانشون. همکنون که مردان الهی در دنیا هستند، با بدنشون یه سلسله لذائذی را احساس میکنن و با جانشون یه سلسله معارفی را احساس میکنن. بیگانه نیستن، تفکیک نیست، جسم و جان با هم است. منتها بهشت جان جای دیگر است، بهشت جسم جای دیگر. این که فرمود بشر عباده الذین یستمعون، اینا کسانی هستند که راه را تشخیص میدن. وقتی راه را تشخیص دادن میشن مهندسان این راه که چگونه این راه را بسازن. و برای اینکه این راه را بسازن همراهانی هم خواهند داشت. اولا خودشون را تطهیر میکنن، تنزیه میکنن، تقدیس میکنن از هر رجس و روس و فرسی، و دیگران را هم اینچنین یه دیر هم به همراه میبرن. این که درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته شد، به این که در دعاهای ماه شعبان هست که وجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیی ناظر به همین. اون وجود مبارک شفیع است برای عده و شفاعتشون چون مقبول است میشه شفیع مشفع. شفیع مشفع شفیع است که شفاعت اون مورد قبول است. و طریقا الیک محیی، یعنی ما در حوزه رسالت و نبوت اون حضرت ختمی نبوت صلی الله علیه و سلم که به سر ببریم یک راه وسیع است. طریق محیه غیر از طریق مستقیم است. طریق مستقیم را نمیگن طریق محیه. اون راه باز و وسیع و میدان وسیع و فراخناک را میگوین محیه. اون چرا که یکی از مواقیت حج است به عنوان جحفه قبلا بود عرض محیه. عرض محیه یعنی زمین باز و وسیع. وقتی که با سیل یه مقداری از او گرفته شد و به تعبیر عرب اجحاف شد به اون سرزمین، از اون به بعد این سرزمین عرض محیه را گفتن عرض جحفه، یعنی با سیل اجحاف شده است. وگرنه نام اون میقات اول عرض محیعه بود بعد شده جحفه. به هر تقدیر اگر کسی وارد حوزه نبوت صلی الله علیه و سلم شود، می شود یه طریق محیعه. این طریق محیعه را مهندس خودش می سازد، یعنی خلیفه خدا می شود در راه سازی. بعد از راه یابی، بعد از راه دانی، راه سازی مطرح است. یعنی بعد از اینکه فهمید راهی هست و چگونه باید اون راه را احداث کرد، با اعتقاد و تخلق و عمل صالح راه را ساخت و از فرش به لقاء الهی که عرش الهی است بار یافت. در این سیر و سلوک عرفانی که با مشاهده کار می کند، همون طوری که از حدیث حارثه ابن مالک برآمده است و همون طوری که از آیه لو تعلمون علم الیقین لتربون در جهیم برآمده است و همون طوری که از خطبه حمام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه برمی آید، این شخص جهنم را و اهلش را می بیند، بهشت و اهلش را می بیند. می بیند یه عده هیزم جهنم است، می بیند یه عده سنگ جهنم است که جهنم با اون سنگ ها گداخته می شود. در قرآن کریم برای جهنم اسرار ذکر کرده است که بسیاری از اونها برای ما روشن نیست، ولی بخشی از اونها را که ما می فهمیم این است. فرمود ظالم هیزم جهنم است و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اونا که اهل قصدن، اهل جور و بیدادگرین، هیزم افروخته و گداخته جهنمن.
با این که انسانن به حسب ظاهر، ولی حقیقتا هیزم جهنم که گر میگیرن. یا درباره مشرکان و بت‌پرستای صنمی و وثنی فرمود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. این مضمون یکی از آیات قرآن کریم است، یعنی شما سنگریزه های دوزخید که با اون گداخته می شود. چه اینکه فرمود وقود و هنناس و الاجاره، اگر وقود و ما توقد و به نار انسان ها هستن، این مردان الهی که با سلوک الهی و با شهود الهی حرکت می کنن، جهنم را می بینن، سنگ ریزه های جهنم را، هیزم های جهنم را می بینن، به اونها هم هشدار می دن. یک نقلی هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اصحابشون نشسته بودن، یه صدایی به گوش رسید. حضرت فرمود این صدای سنگی است که 70 سال قبل از لبه جهنم پرت شد و هم اکنون به ته جهنم رسید. وصولش به ته جهنم این صدا را به گوش رسوند. بعد وقتی از اون محفل بیرون آمدن، در یه منافق 70 ساله‌ای در گذشت و شیون مرگ او را دارن میشنوند. حضرت با اون بیان نشون داد که این شخص در طی 70 سال در مسیر جهنم حرکت میکرد و هم اکنون به اون مقر جهنم مستقر شده است. اینها گاهی با گوش شنیده میشه. این که فرمود لتربونه، لازم نیست انسان ببیند، اگر بشنود یا استشمام کند همان است. این تمثیل است نه تعیین. یعنی کسی که مقام شهود رسیده است گاهی میبیند، گاهی میشنود، گاهی میبوید. این که وجود مبارک یعقوب فرمود اینی لعجد و ریح یوسف و لولا انتو فندیدون، من بوی یوسف را استشمام میکنم، این هم شهود است. شهود اختصاص به دیدن ندارد. شنیدن ملکوتی، دیدن ملکوتی، بویدن ملکوتی، لمس و برد الیقینی ملکوتی و مالندان، همه اینها جزء شهودهای عرفانی است. به هر تقدیر اگر کسی بخواهد سلوک الهی را در بخش سوم داشته باشد، باید همه مراحل را گذرانده باشد. به عنوان نمونه می شود از آیاتی که درباره داوود و درباره سلیمان سلام الله علیه ما آمده است استفاده کرد. میبینید دو قدرت بزرگ را خدای سبحان به رهبر انقلاب و فرزندش داد. وجود مبارک داوود مبارزه کرد، مجاهده کرد، قتل داوود و جالوت رهبری انقلاب رو به عهده گرفت و خلیفه خدا شد به اذن الهی. یا داوود انا جعلناک که خلیفتن فی الارض. فرزندش هم سلیمان ابن داوود دنباله همون سلطنت و ملک و ریاست معنوی را داشت همراه با ریاست ظاهری. این پدر و پسر دو قدرت ملکی داشتن گذشته از قدرت‌های ملکوتی. هرچند این قدرت‌های ملکی اینها مرهون اون قدرت‌های ملکوتی اونها بود. وجود مبارک داوود توانست به اذن الهی آهن سخت و سرد را مثل موم نرم کند. وجود مبارک سلیمان کسی بود که چشمه مس برای او روان بود. درباره داوود پیام قرآن این است که و علنا له الحدید، ما آهن را برای او نرم کردیم. درباره سلیمان سلام الله علیه ما پیام قرآنی است و اصل ناله و عین القطر، یعنی ما چشمه مس را برای او روان کردیم، این سیال شد. هر کاری که سلیمان میخواست با مس بکند میتوانست، هر کاری که داوود سلام الله علیه ما میخواست با آهن بکنه میتوانست، اما از اونها بهره سوء نبردن. اگر کسی بخواهد سلوک الهی داشته باشد، مهندس راه ملکوت باشد، خلیفه خدا باشد، راه داوود و سلیمان را باید طی کند. وجود مبارک داوود با اینکه آهن در دستش نرم بود، این شمشیر و دشنه و تیغ و خنجر و نیزه نساخت،
زره ساخت که وسیله دفاعی است. وجود مبارک سلیمان هم با اون چشمه جوشان و روان مصر بهره سو نبرد که وسیله آدم کشی بسازد. این خلافت با آدم کشی، با ایجاد زحمت برای دیگران، با طرد آزادی، با طرد امنیت و امانت سازگار نیست. اینها حجاب ظلمانی، چه رسد به حجاب‌های دیگر. بنابراین اینها، این بزرگواران این کار را کردن، حد اکثر بهره را بردن و مردم ابلاغ کردن و راه‌های الهی را مردم نشون دادن، تا هم در جهاد اصغر پیروز شدن، هم در جهاد اوسط و هم در جهاد اکبر. اینا هستن که به لقای الهی بار میابند. و اگر نوبت انشاءالله شد در فرصت بعد، درباره وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره سخن خواهیم گفت. امیدواریم خدای سبحان اعمال عبادات را از همه بپذیرد، توفیق ادراک لیالی قدر را به همه داده باشد و عطا کند و صوم و صلات همگان را به بهترین وجه بپذیرد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.